سلام خدمت دوستان رادیو آرینا در تورنتو، تنها رادیوی اف ام ما ایرانیان در کانادا. امیدوار هستم که ویکند خوبی را آغاز کرده باشید. امروز 16 تیر ماه 1402 مصادف با 7 جولای 2023 هستش و شما در آغاز روزی هستید که شاید روز استراحتتون باشه. امیدوار هستم که ویکند خوبی رو داشته باشید. اما طی یک هفته گذشته در ورزش ما اتفاقات زیادی افتاد و خصوصا رفتن علیرضای بیرانوند از پرسپولیس به استقلال و حواشی اون بود. یک و تمام مطبوعات ما و رسانه‌های گروهی ما همه چیز رو فراموش کردن و به علیرضا بیرانوند پرداختن. اول من قبل اینکه تبریک بگم به مردم ایران، مخصوصا هواداران پرسپولیس، به عنوان یه بازیکن ملی دستمیس تمام مردم ایران هستم. به عنوان یه بازیکن ملی دستمیس هواداران استقلال هستم. من معذرت خواهی کردم، اون دفعه معذرت خواهی کردم و شما دیدید. به هر حال من درک میکنم اینا رو، این دربی شرایط خاص خودشو داره. این آمادگی رو من داشتم که همچین اتفاقی برام میفته. من یه حرکتی انجام دادم، بازی برگشت دربی، آقا دربی، احساسات خودم رو با هوادارانم، توهین به استقلال نبود. و چیزی که دیدیم آقا دربی، چیزی که تو تمام بازیکنات اروپا، مهدی طارمی تو آسیا این کار رو انجام داد، من با هوادارا احساسات خودم رو بروز دادم. ولی اینجا من به هوادارای پرسپولیس تبریک میگم. آقای درویش یادت نره، این یکی از شیرین ترین قهرمانان تاریخ باشگاه پرسپولیسه، یکی از شیرین ترین که با دبلش میشه با لیگ برتر. من تبریک به شما میگم بابت این تیمی که ساختی، تبریک بهت میدم بابت این همدلی که واسه بچه‌ها آوردی. بازم میگم تبریک میگم به همتون. علی بیرو دستموس همتونه، دستموس همتون. هر چی بهم فوش بدید، حرفای رکیک بزنید، من آدم شوخیم. اگه دیدید امروز من ریلکس بودم به خاطر اینکه یه آدم شوخ هیچ وقت تحریک نمیشه از فوشا و تحریک‌های هوادارا. خیلی مخلصم هواداره پرسپولیس. علیرضا بیرانوند که گویا در قراردادش بند و متممی رو داشت برای یک سری خدمات اضافه بر تشکیلات، سر اون قضیه که قریب 8 میلیارد تومان بود به ناگاه مشکل ساخت و بعد از 2 بار دادن نوتیس از تیم فوتبال پرسپولیس خداحافظی کرد. حالا خوشبختانه به جهت مشکل فک و آروارهی که داشت بیرانوند نتونست صحبت بکنه. اما ببینید که یا بشنوید که وکیل ایشون چی گفت راجع به این که بیرانوند چه خواهد کرد و چی گذشته به بیرانوند. بفرمایید اولین قسمت رو با هم دیگه مرور کنیم، در خدمتون هستم. ولی من میگم وقتی میگیم عشق به باشگاه و پیرن و فلان، یه ذره هم صبوری هم یه ذره مماشات نه که بریم. شما میگم به عنوان وکیل یه ذره مشورت این مدلی بده، تا حالا مشورت 4 تومن 5 تومن. من مشورت هم خودش، من مشورت میدم تصمیم گیرای بیرانوند. اول یک، دو، ما تو جلسه باید درویش بیاد دیگه، با عوامل باشگاه پرسپولیس همه بودن، گفتم خودشون راجع به افزایش قرارداد گفتن. آقای بیرانوند تو جلسه با آقای درویش، آقای دشگری هم حضور داشت، گفت من نمیخوام اضافه قرارداد، پول خودمو بدید، همین چیزی که دارن، نمیخوام چیزی اضافه به من بدید، من اصلا اضافه قرارداد نمیخوام. عدده واقعا به نسبت قراردادی که من دارم میبینم حتی پایینم بوده. گلرای ذخیره دارن اندازه بیرانوند میگیرن. آقا من خودم گفتم تو این برنامه دیگه، شما شنیدی که خود آقای بیرانوند از حرف شما واقعا ناراحت شد، گفت داره من حالا شما اثر دلسوزی گفتی. نه آقا، شما متوجه اون حرف من شدی؟ کاملا. من ولی خود چند تا از بازیکن ها بیرانوند رو گفتم ببین گلر ذخیره اون یک تیم دیگه داره تو بیشتر میگیره، بعد چرا همین پولی که اندازه گلر ذخیره یک تیم دیگه رو پرداخت نمی کنن؟ آقا این عشق و این حرف ها مال دهه 60ه، حالا هزینه های زندگی خود شما میبینید. یه خطیشو به نظرم گفتی دیگه، هم هوادار استقلال پرسپولیس آقا اینا میگن آقا این عشق و اینا واسه دهه 60 بازیکن‌ها، واسه پیکان بازیکن‌ها تو کشور ما واقعیت بازیکن‌ها فوتبال همیشه مورد اشتباه قرار میگیرن.
چرا نباید بیمه داشته باشه، آینده داشته باشه؟ شما پولدارش تمام شده، هیچ کاری نمی‌کنه. آقای سلیمانی، این چیزی که من می‌بینم، این نکته که شما میگین، خیلی به نظرم کار به جایی میرسه که احتمالاً پرونده میره کس. چرا؟ چون شما از یه سمت قائل به این هستید که میشده فسخ طرفه کرد طبق قوانینی که خودتون گفتید، بند 13 رو انگار استفاده کردید. اینورم باشگاه میگه آقا طبق دستورالعمل نقل و انتقالاتی که من دارم، وکیل باشگاه امروز نمیدونم مصاحبهشون دیدین یا نه، گفتن طبق بند نمیتونه فسخ بکنم، ما از باشگاه استقلال شکایت میکنیم. شما قبل از فسخ خرید و بهرامن با استقلال مذاکره کردین؟ نه، ما هیچ مذاکره ای نکردیم. موقعی که بهرامن صحبت کرد، تماس بیاد گرفته شد، صحبت شد. موقعی که شما به آقای بهرام بهترین بازیکن، درست هم نیستم بگم، ولی بهترین بازیکن دیگه شما دارید. خب موقعی که قراردادش رو فسخ کنه، مسلما پیشنهاد میاد. الان فقط از باشگاه استقلال نیست، دو تا باشگاه دیگه داخلی هم داره صحبت میکنه، مبالغشون حتی از باشگاه استقلال هم بیشتره. آخه باشگاه استقلال الان آقای درویش میگفتش که بهرامن یه دونه یه پیشنهاد دو ساله 90 تا 120 میلیاردی داره. پیشنهاد داره، ولی ما باید تصمیم بگیریم که چیکار بکنیم. خب شما اول موارد قانونیشو باید حل بکنید بعد امضا بکنید. خب موارد قانونی نداره، موقعی که بازیکن فسخ بکنه فسخ میکنه. آها، یعنی شما همین امشب هم میتونید رونمایی بکنید از رونمایی به باشگاه پرسپولیس ادعای داره، باید شکایت بکنه کمیته تعیین وضعیت، اونجا رسیدگی میکنه، نه به این طریق که فسخش قانونیه، لایه ارسال بشه، وقت دفاع بدن، جلسه تشکیل بشه. این حرفایی که زدی میشه که باید فرد تایید بشه، همچین چیزی نیست. این مواردی که یه سری، من بذار این نکته رو بیان خدمت شما، یه سری افراد تو فوتبال ایران باب کردن. موقعی که شما فرض بکنی، مرجع فرض کننده باید بدون هیچ گونه دلیلی فرضش بکنه. درست. اون میگه من فرض میکنم، این ادامهش به عهده خودت، اثراتش به عهده خودت. ادامهش اگر باشگاه پرسپولیس مدعی هستش که فرض غیر قانونی، میتونه کمیته تعیین وضعیت شکایت کنه، حق داره، کسی هم نمیتونه مانع بشه. ما هم دفاع میکنیم اونجا. ما مطمئن بودیم که فسخمون قانونیه، رفتی فسخ کردیم، نه بحث دعوا داریم با کسی، نه اینکه بخوایم طعنه بزنیم، نمیدونم حرفای نخنما بزنیم، حرفای تکراری بزنیم، عشق و نمیدونم این مسائل عاشقی رو باید تو عمل ثابت کرد، نه اینکه نمایش بدن. آقای بهرامن تو عمل ثابت کرد. همه ولی بهرامن رو میشناسن، خود شخصا میشناسیش، حضرت عالی یه آدم احساسی، یک روح، هر چی از همونه، با جون دلم بازی کرد، بازی میکنه و هیچگاه دنبال سوء استفاده هم نبوده. خدای درویش هم تو جلسه پریر روز گفت من مطالبات خودم بودی اصلا اضافه قرارداد نمیخوام، دستم به هم دادن، به هم دست دادن، من نمیخوام سوء استفاده کنم از باشگاه پرسپولیس که الان این شرایط اینه. میدونم از خیلی باشگاه دیگه پایین‌تر، ولی مطالبات پرداخت نشد. این اسمشو اینجوری ثابت کرد، حرفشو اینجوری زد با مستند. خود آقای درویش بیاد اگه آقای بهرامن این حرفو نزد، من دیگه حرفی ندارم. درسته. شما اون نکته‌ای که گفتید هست، یعنی بازیکن که فسخ میکنه عواقبشو خودش میپذیره، میتونه همین امشب امضا بکنه با باشگاه جدیدش و از قراردادش رونمایی بکنه. بعد دیگه اگه اون باشگاه شکایت کرد، باشگاه قبلی، بس میره کمیته تعیین وضعیت و دیگه موارد قانونیش تعیین میشه. درسته؟ 100 درصد. خب شنیدید صحبت‌های آقای وکیل رو راجع به داستان علیرضا بیرانوند. تعصب غیرت رو ایشون به دهه 60 حواله کرد و تعصب غیرت رو کنار گذاشت از فوتبال ما. البته ورزشکاران حق دارن نگران آیندهشون باشن، چرا که دیدن چه به روز سلفشون اومده، پیش کسوتان اومده. اما این گونه برخورد کردن اصلا صحیح نیست و این گونه قضایا رو ارزیابی کردن صحیح نیست. ما در دهه 60 پرویز دهداری، زنده یاد دهداری رو داشتیم که شرایط رو به گونه دیگر عوض کرد. بازیکنانی داشتیم که با همین تعصب و غیرتی که ایشون اصلا هیچ اون رو حساب کرد به میدون اومدن و برای کشور ما در دوران جنگ و شرایط سخت و بمباران تهران و خوزستان و عرض به حضور شما کردستان و زدن موشک به دستور افتخار آفریدن، برای ما ایرانیان نام ما رو زنده نگه داشتن. حالا ببینیم آقای درویش چی میگه و داستانش چگونه هستش. آقای درویش که یهو اعلام کرد که اصلا اینجوری نیست و بعدم دچار مشکل شد، یه سری مسائل داشت که این مسائل دیدنی و شنیدنی است. همونطور که شما میدونید آقای میساقی، تیمی که قهرمان شده، بهترین خط دفاع رو داشته، تا
تقریبا بهترین خط حمله رو داشته، عملا بازیکنی اونچنان نمیخواد، چون ترکیب اصلیشو داره، بازیکن جوان بسیار خوب داره. ما سعی میکنیم در مثلا کادر فنی اینجوری خواستن که دو تا سه تا بازیکن چون برای جام باشگاه آسیا باید حضور داشته باشیم از این جهت تقویت بشیم. آره یه دونه منم اون لیست خریدی که یحیی داده بود، آقای گل محمدی، یه دفاع وسط به نظر من میشد، یا هافک میانی که حالا احمد نور شرایط قراردادش اصلا سخت بود، ولی شما یه هافک میانی به نظر من احتیاج دارید و یه نوک حمله، درسته؟ بله. حداقلی که باید داشته باشید اگر تیم تمدید شه نسبت به فصل قبل. این به نظر من به قول حالا شما معلوم میگید با همون 3-4 تا خرید کارتون اصلا در میاد، خیلی نیازی شده اتفاقات دیگه نداشته باشه. حالا راجع به علیرضا بهرامند، دو تا نوتیس علیرضا بهرامند به باشگاه داد و شما هم رفتید باهاش صحبت کردید که سر بزنید بهش به خاطر مصدومیت کافا. همه چی انگار به نظر میرسید که دیگه خوب داره پیش میره یا توافقی انجام شده، چون ایشون قرارداد داشت با شما، درسته؟ بله، تا دو فصل دیگه دارن، تا دو فصل دیگه قرارداد دارن. بعد امروز صبح چطوری قراردادشون رو رفتن سازمان لیگ فسخ کردن؟ خب متاسفانه هرچی هم خدمتون که ایشون 48 ساعت گذشته، ما با هم جلسه رو داشتیم و جلسه بسیار خوبی بود و اتفاقا گفتن آقا یه عکس از این جلسه بندازیم و مثلا تو رسانه‌ای کنیم و اینا. گفتیم آقا معنا نداره، ما بازیکن تیم مسابقه مال یکی کی به بازیکن جدیدی بیاد، ولی خبرشو رفتن، هم علی‌ظاهر وکیلش رفت بودن باشگاه، رفت بود که جلسه انجام شد و مشکلی نیست برای خدمت گرفتن، یعنی ادامه همکاری با ایشون مهیاس. متاسفانه اون چیزی که روال فوتبال ما، یعنی فوتبال ما رو از اون صافی و زلالی بیرون کرده اینی که از یه طرف میگن صف، البته تقریبا بجز باشگاه پرسپولیس و بعدش استقلال تقریبا همه جا روبازه، جایی صف نداره، چرا که ما کوچکترین حرکتی انجام بدیم باید تو بورس بریم ارائه بدیم، عرضه بدیم، عرضه کنیم و مشخصه چجوری بازی کنه ما رو میان بهش پیشنهاد 90 میلیارد تا. این که در من این گفته یه رسانه رو عرض میکنم ها، دیگه وقتی هم صدا همه رسانه می نویسه، حالا یه موقع از 4 جاست 2 جاست، یه موقع که همه جا هم صدا می نویسن آقا بناس به ایشون 90 میلیارد تومان برای دو سال 80 میلیارد 95 میلیارد 100 میلیارد بدن. آقا من بازیکن به شما گفتم، گفتم حالا 73 و نیم 73 میلیارد قراردادش اصلا باورتون نمیشه. خدا اون پدرت رو حفظ کنه. پس ما این فدراسیون کجاست؟ این سازمان لیگ، کمیته انضباطی، کمیته های نظارتی کجاست؟ همه شعار شعار شعار. خب این وقتی اینقدر علنیت در همه جا اومده، خب بازیکنیم در جوون، خب میبینه یه پول هنگفتی داره میگیره میاد یه سر تو ذهنش سرمایه گذاری واسه آیندهشه، و متاسفانه یه سری مشاورایی که در پی سوء استفاده از ایشون هستن به نام هر چی دنبالشون هستن که یه بلوایی به پا کنن، یه اسمی ازشون دره، میان این بچه رو به این راه میکشونن که حالا بیا بریم، در صورتی که من خودم باشون صحبت کردم خودشون میدونستن نمیشه. جدی که شما بدونی عرض میکنم، ما در ماده 14 قرارداد داریم که افراد باید به اون قرارداد پایبند باشن، یعنی اصل احترام به قراردادها، طرفین باید حتما به اون قرارداد، به اون امضایی که میکنن پایبند باشن، ازش نباید جداشن اون چیزیا غیر از اون رو انجام بدن. شما اگر همون قرارداد ماده 11 اون قرارداد بند 1 رو ببینید، صراحتاً حق فسق یک طرفه رو از بازیکن سلب کرده، اصلا ننوشته که چقدر گرفته باشه یا چقدر نگرفته باشه، نوشته بازیکن حق فسق یک طرفه رو نداره در همین قرارداد 3 ساله که ایشون بسته. پس عملا اینا میدونن که همچین چیزی نیستش. اون کسایی که به ایشون مشورت میدن، خب علی هم بچه آدم احساسی، آدم زود باور، خب دو سه تا مشاورم دارم میان از این فضاهای استفاده کنن، شاید مثلا از این پشما یک کلاهی هم باز خودشون بافته بشه. مثلا یه جایی خوندم امروز نوشت یک دوستی به من گفت، البته اخیر نخوندم، دوستی به من گفت میگفتن اینا خواستم فلان دروازه‌بانو بیارم، بی احترامی شد آقا فلان دروازه‌بان. آره الان اتفاقا می‌خواستم بگم وکیل بهرامند گفته تو جلسه اسم فلان دروازه‌بان دیگه ای رو آوردن و به ما بی احترامی کردن. به نظر شون هم چیزی معقوله؟ ما اسم دروازه‌بان آوردیم ایشون جلسه ماچوبوسه و آقا ببخشید شما داداش بزرگ منی و دست بچه‌ام دخترم پسرم جون این جون اون اینجوری
بعد امروز صبح ساعت 6 و نیم یادشون افتاده تو اون جلسه من رسیم یه دروازبان آوردم. این افکار عمومی و دور از جون به سخره کشیدن ایراد داره. این مردم ما، این طرفداران پرشور ما جرمی نکردن که از دیشب تا الان تو ناراحتی استراب گرفتاری، اینا خودشون هزار درد گرفتاری و مشکل معیشتی، مشکل اقتصادی، مشکل بیماری دارن، تا صبح خوابش نبرده. یکی از دوستان میگفتش که چندین تلفن یا پیامک داشتم که یکی گفته من یه دوچرخه دارم، یکی گفته یه موتور دارم، نمیتونیم به اون پول داره نمیرسیم 100 میلیارد بدیم، اما میتونیم مثلا 200-300 میلیون جور کنیم. با 200-300 میلیون کار این حل نمیشه. آخه این مردم چه جور میکردن؟ مردمی که تو سرما گرما اومدن، این مردم ما رو بزرگ کردن، این مردم ما رو تیم ملی کردن، این مردم باعث شدن من مدیر عامل بشم، امروز بهتری مدیر عامل بشم، به خودم ببالم. اگه این مردم نبودن که ما چیزی نمیشدیم، که بازیکن نمیشدیم. بعد از این داستان‌ها یهو آقای حجت کریمی، سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال که موقت هم بود و جواد نکونام رو هم آورده بود، به ناگاه اعلام کرد که با آقای بیرانوند صحبت کرده و قرار است که بیرانوند فردا قرارداد رو امضا بکنه. آقای حجت کریمی فراموش کرد که او یکی از دو مدیر عامل دولتی هستش که حکمش رو از آقای سجادی وزیر ورزش گرفته و ناگاه همه چیز رو تمام شده دید و دست دراز کرد به سهمیه پرسپولیسی ها. پرسپولیسی ها از این داستان شاکی و ناراحت، داستان عمیق شد، طرفداران پرسپولیس گریان شدن و مرور کنیم ببینیم چیکار میکردن پرسپولیسی ها. آقا ما تو این مدت توجه کردیم بالاخره فوتبالی ها، اونا که اهل فوتبالن، فوتبال رو پیگیری میکنن، میدونن آقای درویش بالاخره زحمت زیادی کشیده، آقای بیرانوند گلر ملی پوشمونه، هم واسه تماشاگرای استقلال و طرفدار استقلال قابل احترامه، هم واسه پرسپولیسی ها قابل احترامه. از نظر من هوادار که امروز اومدم جلو در ورزشگاه، خب فوتبال حرفه‌ایه، آقای بیرانوند میتونه یه تصمیم بگیره با هر عددی میتونه از این باشگاه خارج شه، ولی اینجا پرسپولیس، اینجا 40 میلیون هواداره، دو قطب از مردم ما استقلال پرسپولیس خواهان حضور ایشون تو تیماشونه. خب بالاخره اختلاف نظر همه جا هست. به نظر من بهتر بود اگر اختلاف نظری داخل خانواده با مدیریت آقای کریم باقری، آقای مخصوصا آقای درویش، آقای گل محمدی، پیروانی، این مشکل ها حل میشد. حالا این رسانه ای شده، هیچ ایرادی نداره، تو همه خانواده ها حرف هست، تو خانواده ما هم حرف هست. اگر از من هوادار بپرسید، مهم الان همونقدر که علی بیرانوند مهمه، سلک هم مهمه، همونقدر که علی بیرانوند مهمه، اسم پرسپولیس هم مهمه، شأنش هم مهمه. آقای بیرانوند طرفدار پرسپولیس، بازیکن پرسپولیس، بازیکن ملی ماست. اگر اومد این پرسپولیس خونش خوش اومده، اگر هم نیومد موفق و معید باشه. اینجا پرسپولیس اسمش هم همیشه بالاست. آقا شما چه دیدگاهی دارید در مورد حالا اتفاقی که داره میفته و زمزمه هایی که مبنی بر حضور بیرانوند در استقلال وجود داره؟ اول اینکه دم همه هوادار ارتش سرخ گرم از 11 صبح اومدن اینجا و مطالبه میخوان از آقای درویش. من آقای بیرانوند میتونه تصمیم بگیره بره بمونه، ولی یه چیزی فقط کوتاه بگم که اگه بره محبوبیت و فوتبالش رو از دست میده. خیلی از بازیکن‌ها اینو تجربه کردن، فقط بیرانوند نه، مثل امثال خلیل‌زاده و غیره.
شجاع خلیل‌زاده به خاطر پول رفتن و پشیمون شدن و الان اومدن بیان و هوادار نخواست. این هوادار اگه بیرانوند نخواد نمیاد، اگه بخوادم بیاد. حالا این بحث تموم شد، حالا یا میاد میمونه یا میره. بحث اصلی مطالبه ما از آقای درویش، آقای درویش به جای اینکه خودتو مخفی کنی بیا اینجا بگو چرا تمرین تیمت شروع نشده، بگو چرا بازیکن مثل عیسی آل کثیر، سلک، سعید صادقی تمدید نکرده، چرا میای میگی خبر خوب دارم، خبری نیست. کنعانی چرا نمیاد؟ فقط ما یه شهاب زاهدی رو داریم. چرا استقلال خوزستان تمرینش رو شروع کرده پرسپولیس شروع نکرده؟ ما باید بریم با تیم مثل انس بازی کنیم، نه مثل تیم مثل پدیده. ما الان برای آسیا باید تیم ببندیم. اول از همه سلام میکنم، عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از تمام این هوادارهایی که تو این روز غیر تعطیل تو این گرما و از همه کارشون همشون هم شاغلن اومدن اینجا به خاطر دفاع از تیمی که دوستش دارن. این اول از همه. دوم اینکه من میخوام از این هوادار عزیز، اتون با دوستان صحبت که میکنیم قبل از این، به این موضوع میخواستم اشاره بکنم. علی بیرانوند یک آدم احساسیه، بارها قبلا اشاره کرده که آقا من یه کاری میکنم بعدا چیزی تو دلم نخواهد بود، از من به دل نگیرید. از اینجا به عنوان یه هوادار کوچیک از تمام این مردم خواهش میکنم اگه حرف این بنده رو میشنون علیو ببخشن، چون واقعا میدونم تو دلش عاشقانه پرسپولیس و هوادارشو دوست داره و به خاطر یه سری از ناملایمات مجبور شده به واکنش احساسی. حالا از یه طرف دیگه که چرا به اینجا رسیده، اینجا مدیریت جناب آقای درویش پیش میاد. جناب آقای درویش چند وقت پیش معاون خودشون بدون هیچ اطلاعی رفتن، آقای محمدی. چرا رفتن؟ به خاطر اینکه دوستانی که نزدیکتر بودن کاملا میدونستن، به خاطر اینکه مدیریتشون قائم به فرده، حتی هیئت مدیره هم از دست ایشون بسیار آزرده خاطر و ناراحته. مدیریتی که به هیچ وجهی گوش به چیزی نمیده و از طرف دیگه توانایی نداره، نمیتونه بازیکن بگیره. والا ضعیف‌ترین مدیر عامل ها تو این کشور، حتی کسی از تیم رقیب که ازشون بد میگفتن، ظرف تایم کوتاهی تو نقل و انتقالات بازیکن‌های تاپی رو گرفتن. شما تو 24 روزی که از شروع نقل و انتقالات گذشته تا حالا چیکار کردید؟ یک تونه بازیکن آزاد گرفتید. شهاب زاهدی عزیز که اونم فقط به خاطر اینکه شرایط لیگ اوکراین بد بود اومده ایران. شما با کسی تمدید نتونستی بکنی. شما عوامل هیئت مدیره هم از دست شاکی هم. خب چرا موندی وقتی میبینی اینجوریه؟ وقتی میبینی که آقا بودنت به نفع تیم نیست و بازیکنهای تاپ تیم که با اون همه مدیر عامل تونستن کار کنن با شما نتونستن کار کنن، موندن شما چه اصراری داره؟ بازم میگم واکنش بیرانوند نکوهیده است، بده و امیدوارم که از هوادار عذرخواهی کنه و به آغوش گرم هوادار پرسپولیس برگرده. ولی این توجیه کار آقای درویش نمیشه. بازنده اصلی این ماجرا درویش، هوادار پرسپولیس و باعثش آقای درویشه. درسته. پس شما معتقدید که این اتفاقاتی که رخ داده به خاطر عدم مدیریت مناسبیه که تو باشگاه و هوادارا یه جورایی الان جلو بیرانوند قرار گرفته؟ شما چه جوری نگاه میکنید به این ماجرا؟ من که عرض کنم خدمت که من فقط یه چیزی آقای درویش بگم. آقای درویش اینجا پرسپولیسه، اینو می‌بینی این حرمت داره، این لوگوی پرسپولیس حرمت داره. تو میای کت میکنی سرت رد میشی، رشته به قرآن، به ریش ما میخندن و تو نمیتونی مدیریت کنی، کتو نند سرت بیا آقا یه استعفا بده هممون رو خوشحال کن. چه کاریه؟ من کاری میکنم که آقای بیرانوند میاد این حرکت رو میزنه. من کاری ندارم، من نمیگم بیرانوند خیلی برای پرسپولیس زحمت کشیده، خیلی به پرسپولیس حال داده، ولی تو نباید آقای بیرانوند، تو که تعصب پرسپولیس میکشی، من جلوت من گفتم منم بیرانوندم، ما همه بیرانوندیم، هر چی فوش هر چی بود ما به جون خریدیم اصلا. که تو نه تو بیا اینجوری حرکت بزنی، صبح بهت میگن که به قول معروف فسخ کردی، میگه نمیتونم حرف بزنم. بله بعد بهت میگم میخوای بری استقلال، یه نه نمیگی. الان یه فضایی که اینجا ایجاد شده، یه عده هستن واقعا از دست بیرانوند شاکی ان، یه عده مثل شما حمایتش میکنی، میگه احساسیه. این فضا به نظرتون باعث میشه که این معادله ای که داره اتفاق میفته تحت تاثیر قرار بگیره؟ من میگم، من عذرخواهی میکنم، من دولت بگم، من میگم آقای بیرانوند رفت این حرکتو زدی ولی دیگه حال نمیده. وایسا نه سری از هوادار پرسپولیس شاکی خیلی ناراحت شدن. من فقط دارم میگم مگر اینکه یه جریانی پیش بیاد بخواد بشوره ببره، ولی نمیشوره. یعنی اگه بیرانوند برگرده فکر کنید دلچرکینن هواداره پرسپولیس؟ من به شخصه حالا کاری ندارم، خیلی برای تیم زحمت کشید ولی این حرکتش اصلا خوب نبود، خیلی فول بود.
خب حالا بعد از پرسپولیسیا بیایم ببینیم استقلالی‌ها چیکار می‌کردن و داستانی بود، اصلا داستانی بود، حواشی درست شد. با هم دیگه این حواشی و این صحبت‌ها رو می‌شنویم و می‌بینیم طرفداران استقلال هم چی میگن. نه به قرآن ما نه کافریم نه بیدینی به والله خیلی همون که اینجا حسنت اعتقالات همون بالاتر از هر کسای دیگه، یعنی تنها جرم ما اینه که فقط استقلالی هستیم. چرا یه نفر پیدا نمیشه از مستان بلا تو یا آقا مشکل ما اتحاد و شما سالیا اینه ما تکلیم کنم رو بدونم با بی تکلیم ما اصلا نمیدونیم چی کار باید خسته شدیم به خدا یه ما سر نکنم سه هفته ارز خوردیم منیم کنتی خب با این جوری شد ما بس دیگه هشت سال میزنیم اگر یک سال بود بگاه که باشه آقا چه این پیش میاد اتفاقه هشت سال سیاغل میاد استعفای خودشون رو تقدیم وزارت ورزش کردن، آقای امیری هم استعفا دادن، شرایط خیلی بغرنجه، خیلی هم شلوغه اینجا همونجوری که خودتون هم مشاهده میکنید، صحبت میکنید نظرتون رو میگید. من سلام عرض میکنم، بعد ما چند سال به این وضعیت عادت کردیم و اصلا ببینید تیم رقیب ما تو این چند ساله سه تا مربی آورده که یکیش یه نیم فصل فقط بوده، یعنی تو این چند سال با دو تا سرمربی، ولی استقلال تو این چند سال با 13-14 تا سرمربی انقدر برای ما مدیر عامل گذاشتن دیگه ما خسته شدیم، ما از سردر این باشگاه خجالت میکشیم انقدر اومدیم اینجا تجمع کردیم، واقعا نمیدونم. هر سال ما فصل نقل و انتقالات کامل از دست میدیم. ببین تو این چند سال همیشه فصل نقل و انتقالات رو با یه سرپرست موقت شروع کردیم، اومد قول و وعید و این ور اون ور نتونست کار کنه، همینجا یه کار ول کرد رفت. ما اصلا بحثمون علی بیرانوند نبوده، ما مشکلات باشگاهمون اولویته. علی بیرانوند هوادار هیچ موقع نمیخواد کسی که میاد سر میبره جلو هوادار استقلال. استقلال اصالت ایرانه، نمیتونن ببینن. مدیر عاملی به کجا میره؟ مدیر عاملی ما اصلا این طرف رو به مدیر عامل قبول نداریم. هر کسی شخصیت مدیر عامل استقلال نداره، شخصیت مدیر عامل اینجا اسمن این باشگاه مال ماه هواداره، اسمن هر کیو هوادار بخوان میذارنش کنار. هوادار از کی بعدش میاد؟ از آقا ایکس. همونو بیارید. آقای قربانزاده دو ماه کجایی؟ وقتی استقلال تو کورس قهرمانی بود چرا رفتی تو برنامه فوتبال برتر؟ چرا اولویت 20 ریختی به هم همه چیو؟ استقلال ریختی به هم. پشت این قضايا یک جلسه حساس برگزار شد توسط هیئت مدیره پرسپولیس که این برای خودش داستانی داشت. از توی این جلسه که حتی در محل باشگاه هم نبود، آقای درویش خودش رو مخفی کرد پشت SUV که می اومد، پشت ماشین فورویل درایوی که می اومد، کت هم کشید، خبرنگارا متوجه شدن و اصلا داستانی شد این قضیه. با این شرایط وضعیت اصلا عوض شد. حالا هم بشنویم خبرنگارا چی میگن با آقای درویش، هم ببینیم بعد آقای درویش چی میگه به مجریان سلاوزی ما. آقا آقا داره سکته میکنه میکشه بعدش آقه. آقای درویش جواب هوادارو بده، سه نفر تا حالا مردن. آقای در مراقب خودتون باشید. مشخص نیست هست از دیشب داره سه تا هوادار مرده. موسیقی
همش خوابیده آقا دست رو دیده. آقای درویش باید پاسخگوی هممون باشی. قرمز با آقای درویش شما خودتون خوبی این الان؟ الحمدلله بهتر شدم. خوب دیشب واقعا من شوکه شدم، چون میدونید که 48 ساعت قبل آقای بهرامند اومد پیشم، با هم صحبت کردیم، توافقات انجام شد، ایشون بسیار اظهار محبت و گفت شما برادر منی و بزرگ مایی و یه مشکلاتی داشتن، بنا شد تا آخر هفته مرتفع کنیم. هیچ بحثی نبود، انقدر ایشون با آغوش باز پذیرا بودن که اصلا بحثی نبود. نصف شب که شنیدم شاید شوکه شدم اصلا، بعد صبح زفتن شاید تا صبح خوابم نبرد. صبح یه جای جلسه بودم، بعد جلسه یاد مدیره رفتیم که خب با یه حال خیلی خرابی مجبور شدم جلسه رو اجازه بگیرم بیام بیرون برم یه درمانگاهی. متو خب ما چون زیاد اهل شواف از این چیزا بلد نیستیم و نه عکس می‌ندازیم با سرم و دکتر و جراح از این حرفا که بگیم خیلی مالمون خرابه، ولی خب الحمدلله هنوز زنده ایم و در خدمت شما. سلامت باشید. این فشارتون افتاده بود امروز؟ آره خب سخته. شما اینکه ببینی طرفدارای تیمتون انقدر ناراحتن، انقدر ملتهبن، انقدر آزرده خاطرن، خلاصه ما انسانیم و در این جامعه زندگی میکنیم و دلخوشی اهالی پرسپولیس، کادر فنی، مربی، مدیر، کارمند به این هواداران و به دلخوشی ایناست. وقتی ببینه هوادار این باشگاه این همه در استراب و ناراحتیه، خب بنی آدم اعضای یک دیگرن، خب به طب هر کسی باشه ناراحت میشه و از این استرار هواداران خب آرامش خوبی رو یقینا نیست. 100% اون که علاوه حقوقی باهاتون الان صحبت میکنم که این علاوه حقوقی و قانونی چجوری بوده داستانش. من تو امروز بیرون اومدن از باشگاهتون هم جالب بود، عجیب بود دیگه. نمیدونم، من نمیدونستم که حالا از حال رفتید، ولی اون که خوابیده بودید کت روتون بود، بعد بچه خبرنگار ما هم که میدونید دیگه مو رو از ماس میکشن بیرون، دیگه رسیدن و شناختن و بعد گفتن که آقا چرا خوابیدید، کت انداختید رو خودتون. خب اول اینکه چون حالم خیلی خراب بود نمیخواستم کسی متوجه شه که حالا اون تا این حد مضطرب و خراب. همون بالای سرم میزدید یه ویتامین سی، حالا اون بیشتر به درد شعاف میخورد که میخواستیم یه فیلمی بگیریم یه جایی نشون بدیم. نه شعاف واسه اینکه چیزیتون نشه اونجا. به نظر اونجا باشگاه نبود، ما جای دیگه جلسه یاد مدیره اون بود. یه تکنولوژی وجود داره که زنگ میزنید یکی میاد بهتون سرم میزنه. حالا دیگه نخواستیم اینقدر بگیم، ما اگه میگفتن حالا مثلا داره شبیه سازی میکنه میگه خیلی حالا این آقایون دمه در اونجا، چون اصلا جایی که ما بودیم باشگان و اصلا نمیدن اصلا همین دیگه شدن. اصلا بچه ها به شکل عجیبی کار کرده بودن قبلش. آره ماشاءالله پیگیرم 15 تا گوشی، یکیش عالی بود، گفت آقای درویش از انگشتر شناختم در وا کن. اینو دیدید ویدیوشو؟ نه. یکی این عالیه، یه لحظه ببینیم اینو، یه دوبار بچه ها لوب کنید اینو ببینید، خیلی بامزه است. آقا 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 من نه این چه دیگه شلوغش میکنن دوستان. این حالات بچه های خبرنگار عالی رسیدن به نظرم به محل وقوع رفتن شما و شناختنتون. به نظرم اگه مثلا حالشو داشتید یا اینکه توانایی فیزیکیشو داشتید بلند میشدید چی شهر میدید پایی میگفتید آقا من مصاحبه نمیکنم فعلا، اینا بهتر بود. خب اصلا فکر نمی کنم اینا وجود داشتن. دوم اینکه فقط کافی بود ببینن حالا اون یه خورده خرابه، فردا همین امروز همه جا میمیشن در ازیش سکته کرد مثلا، چون نمونه شو اصلا شما تو فضایی مجازی دیدین اینجا که خیلی خطرناکتر بود قضیه، یعنی دیگه از سکته بود دیگه انداخته بودن اصلا رو نمیدونم اینا کجا اومدن، چون یه موقعی همه باشگاه هم باشه خب اینا میدونن باشگاه جلسه است میان، وقتی جلسه یک جای دیگه بود اصلا که خودم دیشب متوجه شدم جلسه اونجا اصلا خیلی عجیب بود که
این به این شکل اومده بودن و الا اصلا صحبت میکردیم به قول شما میگفتن یه دکتری میومد یه سرومی اونجا میزد حالمون خوب میشد. اگه دوستان متوجه شده باشن مثلا فکر کنم 2-3 ساعت بعد جلسه تموم شد اعضای دیگه جلسه اومدن. آره 2-3 ساعت بچه‌ها بودن، بچه‌های خبرنگار ماشاءالله پیگیر و زرنگ و پس از این بعد تو جلسات هیئت مدیره دکتر هم ببرید. بله اگه تو محل باشه خودمون باشه خوشبختانه پزشک داریم اونجا. بله ولی میگم خیلی جالب بود این ویدئویی که امروز اومد. حالا من نمی‌دونم که حالتون انقدر بد، من گفتم شاید قایم شدید ولی نمی‌دونم حالتون انقدر بد بوده که نمی‌شد پاسخگوی خبرنگارا باشیم، ولی بچه‌ها به هر حال شما رو پیدا کرده بودن و سوال کردن. خب آقای درویش به مراد دلش رسید و علیرضا بهرامند هم برگشت و قبل از اون اصلا هوادارهای پرسپولیس برگشتن بهش گفتن که آقا ول کن شما بهرامند رو، به فکر تیم باش. خب سپاهان داره یارگیری میکنه، تراکتور داره یارگیری میکنه، شما کجا هستی اصلا آقای درویش؟ این داستان رو با همدیگه مرور میکنیم، ضمنی که نگاهی میندازیم به صحبتهای بعد از عقد قرارداد آقای بیرانوند که آقای درویش اصلا دیگه شجاع شده خش کردنش و اون داد فریادش در برنامه لیگ برتر رو همه رو فراموش کرده، میگه اصلا ایشون نرفته بود که برگرده. چرا به مردم احترام نمیذاری آقای درویش؟ چرا این هواداران رو آزرده میکنی آقای درویش؟ استقلال به تنهایی، پرسپولیس به تنهایی، ورزشگاه سر زانوری رو پر میکنن، هیچی بیرونم مردم منتظر میمونن. کافی دیدار مثلا پرسپولیس باشه با تراکتور، استقلال باشه با سپاهان. آقا اینا بارسلونا و رئال مادرید آسیا هستن، شما هم کاری نکردید. این رنجی است که در دهه 60 مرحوم بوریدری و علی پروین و بازیکنان و اون دوره استقلال و پرسپولیس کشیدن. بشنویم ببینیم چه خبر است، چه خبر است. اصلا آقایان سرنا رو از سر گوشادشون میزنن و آقای درویش ازش انتظار نمیرن با توجه به سابقه ورزشی که داره اینجوری صحبت بکنه. البته بیرانوند نرفته بودن که شما میگین اومدن، ایشون همینجا بودن منتها اینکه خب یه گاهی قد انسان ها توی لحظات یه تصمیماتی میگیرن که شاید اون لحظات نبود، تصمیمشون این شکلی نبود، ولی اساسا علی خب متعلق به این باشگاه بود، علاقمند بود. من خب شما برگردونید همه تصاویر و صوتی که توی این چند روزه بود، من گفتم علی مشکلی نداره و میمونه و یقیناً بر میگرده، یعنی حتماً تایید دلش این نبود. حالا شاید یه خورده مشکلاتی که داشت تحت فشار بود، گاهی اوقات تصمیمات آنی یه چیزیه که واقعاً درون آدمی نیست، ولی در یک لحظاتی یک تصمیماتی میگیره. ولی خب خوشبختانه همه اونا مرتفع شد، باز هم برگشتنش تو خونش تثبیت شد و کماف سابق همه دغدغش تیم و ارتقای تیم، یه تیم قوی و پرقدرت همش تو این چند لحظه که اینجا بود، از اینکه چجوری تو آسیا بتونیم اون دغدغه همیشگی و که قهرمانی آسیا است چجوری میتونیم همه با هم همدل و همراه این کار رو انجام بده. خود اش صحبتی که مطرح بود این که دوباره اگه خود پای میز مذاکره بیاد مطالبات محققش رو بگیره. این اصلا محقق شده؟ اصلا برنامه‌اش که صحبت میکرد. اصلا و ابدا ایشون این قرار، چون اون قراردادو نمیشد فعال کرد، این همون قراردادو نوشتن همون جوری تمدید کردن برای اینکه بگن که آقا اصلا من اگر گفتم میرم بحث مالی نداشتم. شاید یه آیتمایی بود که تو اون قرارداد بود، ولی الان چون قوانین عوض شده نمیشد اونا رو فعال کرد. شاید هم میشه گفت ضرر کرد چون یه فعاله. حالا چیز مهمی نبود. خب نیچی موضوع چیه؟ موضوع اینه که باشگاه پرسپولیس، حالا تیم بازیکن پرسپولیس، سرمربی یا هر کسی دیگه انتظار دارن وقتی تیم اول ایران هستن، دو تا جام میارن و نماینده آسیا هستن، نسبت به پیشنهاداتی که بهشون میشه بهتر باشه شرایط اینجا. خب از این جهت واقعا مظلوم واقع شدن بچهای ما. خب اینجا نشون میده که این بازیکن‌ها عرق
اون پیرهن برایشون مهمه. یقینا این بازیکن‌ها تو هر باشگاهی دیگه بخوام برن 30-40% بیشتر وسعت قراردادشون هست، ولی اینها چون علاقمند به پرسپولیس هستن قبول کردن که بیان پرسپولیس با یک مبلغی کمتر از جای دیگه. ولی خب ما هم سعی کردیم که در این سطحی که از مالی قرار داریم برای همه بازیکنان که توی سطح هستن به طور مساوی تقسیم کنیم که خدای نکرده حقی ضایع نشه. همین باعث همدلی بازیکنان. شاید اگر شما میبینید بازیکنان ما اینقدر همدل و همراه هستن و نسبت به همدیگه احساس اخوت دارن، یکی از دلایلی شاید این که نمیبینن که یکی مثلا 20% بیشتر 10% کمتر و این اختلافات رو هیچ وقت ندیدن. همین جد موجب هم دیدن کلمه یاقی به نام یک بازیکن فوتبال حتی در حد یک شایعه گوش به گوش چرخیده هم میتونه تضمینی برای تیتر یک شدن اون در رسانه ها، نشر نفرت به حلقه هواداری و البته یک ابزار جدی برای بازاریابی مالی مدیر برنامه ها باشه. به تمام این احتمالات، خط و نشان های خارج از عرف یک بازیکن برای هواداران تیم حریف و عاشقانه های مجازیش با هواداران تیم خودی رو هم اضافه کنید. به همین خاطر اهالی فوتبال تا لحظه آخر هم فکرشو نمی کردن که خبر پیوستن علیرضا بیرانوند به استقلال صحت داشته باشه. دروازه‌بان ملی پوش پرسپولیس به یک بار خبر از فسخ قراردادش با این تیم داد، خبری که هنوز هم کسی متوجه نشد که آیا بیرانوند با توجه به حذف بند فسخ از قراردادش اجازه این کار رو داشته یا نه. حضور مدیر برنامه های علیرضا در دفتر مدیرعامل استقلال ساعت موند. کسی نمیدونست که آیا واقعا قراره دروازه‌بانی که چند هفته قبل خط و نشون قطع دست جمعی رو مقابل دوربین ها کشیده بود قراره به گلر اول این تیم تبدیل بشه یا نه. قرارداد 90 میلیاردی بیشتر شبیه شوخی بود، عددی که از کل مبلغ هزینه کرده چند تیم لیگ امسال هم بیشتره. قراردادی که هیچگاه از سوی هیچ طرف ماجرا تایید نشد. به نظر می رسید هر اندازه دعوا روی میز مذاکره به اندازه‌ای که گفته میشه داغ نیست، جنگ و جدل درون گروه‌های هواداری مجازی جدی دنبال میشه. عشق و نفرت واقعی درون دل بازیکنان فوتبال چه اندازه واقعیه؟ چه اندازه اعداد و ارقام در این بازی دخیلن؟ بیرانوند پست‌های مجازی خودش رو تکذیب کرد. او اصلا اکانتی وجود نداره تا بتونه خشم هواداران پرسپولیس رو کنترل کنه. یک پالس جدی برای تعیین تکلیف نهایی. مذاکرات استقلال و بیرو به بن‌بست رسید. سر و کله آقای گلر در دفتر باشگاه شاید سابق پیدا شد، همون باشگاهی که گفته بود دیگه با اونها قرارداد نداره. یک قرارداد 2 ساله با عدد نامعلوم و بندهای نامشخص امضا شد تا حاشیه یک هفتهی به پایان خودش برسه. بیرانوند گلر اصلی پرسپولیس باقی موند. نقطه سر خط، شاید با چند صفر اضافه، شاید با محبوبیتی که دیگه مثل گذشته نیست. ببینید مجری چی میگه راجمه که دوتا چک دست آقای بیرانوند دستش و
این حرفا، اما نه تنها این نشد بلکه هم با یک حرکت بیرانوند برگشت به تیم پرسپولیس، ریگی هم که قبلا در استقلال بازی میکرد جذب پرسپولیس شد. از اون طرف استقلال این سرپرست موقت خودش رو هم که برای مدیر عاملی آقای اوجدی کریمی بود از دست داد. نه تنها او بلکه معاون باشگاه هم برکنار شد. حالا استقلال موند و جواد نکونام موند و گرفتاری هایی که داره. این یه تیکر هم با هم دیگه مرور بکنیم. شرایط تیممون هم میدونیم، ما تنها تیمی هستیم که الان پارسال 20 تا بازیکن داشتیم، امسال همین الان حساب کنیم 7 تا بازیکن رو نداریم، 13 تا بازیکن بیشتر تو تیم ما نیستن. تمرین کنیم با بازیکنای امید آوردیم، داریم ازشون هم میبینیمشون، هم با همون تمرین میکنن که بتونیم تو طول فصل از بازیکنای خوبی رو بتونیم واسه آینده باشگاه استقلال بتونیم تربیت کنیم و بتونن موفق بشن. ما اصلا شرایط خوبی نداریم، اتفاقاتی که افتاده توی این چند روز خودتون همه میدونید، ولی ما شما کم و کیف اطلاع داشتین که جذب بیرانوند میگفتن، خیلی میگفتن خود شما با ایشون صحبت کردین یا حالا سعی کردین که حالا موانع رو برطرف کنین تا این انتقال صورت بگیره؟ اصلا من روز اولی که صحبت شده بود من اصلا در جریان نبودم. درست. و اعتقادم داشتم که این انتقال صورت نمیگیره. یک که نمیذارند، دو اینکه نمیذاشتن شما راغب بودین؟ بله. بعدش دیگه وقتی اتفاق افتاد من خودم صحبت کردم با بیرانوند و قرار بر این شدش که بیاد، ولی من بازم میدونستم که یه 3-4 روز ما فقط وقت و یه هفته وقت از دست میدیم، همه زیر این نقل و انتقال قایم میشن و مشکلاتمون میزنه بیرون. و ببینید ما تو این چند روزی که درگیر این موضوع بودیم چه اتفاقی افتادش؟ ما یه بازیکن جذب کردیم، تونستیم با کسی مذاکره کنیم، اتفاق مثبتی افتاد. بازیکن‌ها روز اولی که من اومدم اینجا گلایه کردن به خاطر پولای پارسالشون، پول پارسالی که بالای 60% 70% پولشون مونده خیلی ها. و این مشکلات از روز اول بوده و تیمو داره اذیت میکنه و ما هر جوری هم شده تونستیم صحبت، هر جا نشستیم صحبت کردیم همه گفتن باشه انجام میشه، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد تا اینکه مدیر عامل تیمم گذاشت رفت و با استعفایی که آقای کریمی دادن دیگه الان ما نمیدونیم اصلا صحبت با کی باید صحبت کنیم، شاید تا دیروز میدونستیم. میایم تورنتو، صحبتی رو میکنیم با آقای تشسر راجع به این قضایایی که اتفاق افتاده. کوروش خان تشسر، پیشکسوت محترم فوتبال ایران و تیم استقلال که در شهر ما هستش و از قهرمانان به نام فوتبال ایران هست. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای صالحنیای عزیز و بزرگوار و همه شنوندگان محترم رادیو آرینا و ممنون از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. خدمت شما عرض کنم استاد که در مورد بحث حضور علیرضا بیرانوند که این روزها علل خصوص تو چند روز گذشته به مهمترین بحث ورزشی و غیر ورزشی ایران تبدیل شده بود، در نهایت همون پایانی که پیش بینی میشد اتفاق افتاد و این سناریوی از پیش طراحی شده به گونه ای پیش رفت که در نهایت با دخالت وزیر ورزش و اون عوامل مجموعه های متصل و نزدیک به وزارتخونه این پولی که قرار بود به باشگاه پرسپولیس برسه که بتونه با جواب نگه داشتن علیرضا بیرانوند و جذب چند بازیکن دیگه این تیم رو برای فصل بعد مثل هر ساله محکم و قوی ببندن، این اتفاق افتاد و این وسط فقط میلیون ها هوادار استقلال که توی سرما و گرما این تیم رو حمایت کردن، اکثریتشون با کمترین امکانات و مشکلات عدیده مادی بس پنجه نرم میکنن، ولی با احساساتشون بازی شد، جریه دار شد و دیدیم که تصاویری هم که میاد واقعا تصاویر دردناک و ناراحت کننده ایه که این هواداره عزیز به عنوان اعتراض جلوی باشگاه استقلال تجمع میکنن هر روزه بدون اینکه بتونن جوابی بگیرن و اعتراضشون هم به اینه که واقعیتش تا وزارت ورزش تا کی میخواد این تبعیض رو بین این دو تیم قائل شه. آقای حجت کریمی هم که انتظاری نمیشه داشت وقتی ایشون
فرد مورد اعتماد و مورد انتخاب علیرضا دبیریه که خودش حضورش جای سوال و بحث فراوونه، هیچ انتظاری نمیشه داشت که این تیم در نهایت بتونه فصل خوبی رو در پیش رو داشته باشه. اینا فقط اومدن جواد نکونام رو جذب کردن که یه خود اون سر و صدای هوادارهای میلیونی این باشگاه رو کمتر کنن، ولی بعدش هیچ اتفاقی نیفتاد که در نهایت آقای کریمی هم استعفا داد و الان که فصل نقل و انتقالاته که مهمترین اون برهه فوتبال ایرانه که معمولا تکلیف قهرمانی تو این فصل مشخص میشه. هر تیمی که بتونه بازیکنهای بزرگ و خوب بگیره برای بازیهای مهم و حساس توی این فصل برنده این ماراتون قهرمانی خواهد بود. ولی خب الان استقلال حتی نگه داشتن بازیکنهای خودش هم عاجزه. من الان با مصاحبه آقای جواد نکونام رو فکر میکنم اکثر استقلالی ها گوش کردن و خوندن که واقعا از زمین و زمان گلایه داشته که با 13 تا بازیکن تمرینات پیش فصلش شروع کرده و با چند تا بازیکن امید داره ادامه میده. واقعیتش اینطور به نظر میرسه که آقایون باشگاه استقلال رو نمیخوان. به نظر من منحلش کنن خیلی به نفع همه هم هست و حداقل با دل مینونا هوادار بازی نکنن، احساسات اینا رو جریحه دار نکنن. مرگ یه بار شیمن یه بار، منحلش کنن بره، هیچ اتفاقی هم نمیفته مگر سالیان سال با سنگ اندازی مختلف جلوی این باشگاه رو گرفتن. چه اتفاقی افتاد؟ سال 72 من خودم تو اون تیم حضور داشتم، تیمی که قهرمان آسیا شده بود، نایب قهرمان آسیا شده بود سال 70 و 71 به یک باره. کجای دنیا ما چنین قانونی داریم که یه دفعه از قهرمانی آسیا بیان برین دست سه بازی کنیم؟ واقعیتش که این عقبه این باشگاه آقایونو اذیت میکنه و اینا نمیخوان که استقلال وجود داشته باشه. به نظر من منحلش کنم و این هم با استفاده هوادارا بازی نکنن. و این بحث حضور علیرضا بهرامبند هم شما خودتون استادید و تو اون مجموعه کار کردید چندین و چند سال، در بزرگترین رده های مدیریتی تلویزیون بودید، ورزش بودید، میدونید که اینا همه بحثای نخنما شده و تکراریه که برای اینکه تمرکز رو از مربی از مدیر بگیرن که نتونن تو فصل نقل و انتقالات ولی یا در طول فصل اونطوری که باید شاید عمل کنن این بحثا رو راه میندازن و در نهایت اینا میخوان که استقلال وجود نداشته باشه و یا موفق نباشه. ولی خب نمیدونن که این باشگاه میلیون ها هوادار داره که به واقعا به عشق این باشگاه زندگی میکنن با وجود تمام مشکلاتی که وجود داره و واقعا جای تاسفه که تیمی مثل استقلال با میلیون ها طرفدار در طول یه فصل سه تا مدیر عوض میکنه. هر مدیری هم که میاد یه خرابه ای رو تحویل میگیره با میلیارد ها تومن بدهی، کاری نمیتونه بکنه. یه مدیری که بهش گفتن برو کارم از این بدتر کردی کردی، میاد برای کسب منافع شخصی شهرت روی این صندلی میشینه، هیچین هم گردن نمیگیره و آخرش هم با کلی بدهی روی بدهی میذاره و باشگاه رو ترک میکنه. آب هم از آب تکون نمیخوره. اصلا هم این خیالشون نیست که این تیم میلیون ها نفرن که واقعا با شب و روز این باشگاه شب و روزشون رو سپری میکنن و زندگیشون با اخبار این باشگاه با تک تک بازیکنهای این باشگاه میگذره. ولی متاسفانه گوش شنوایی نیست و تا بوده همین بوده و ادامه هم خواهد داشت. در پایان از شما تشکر میکنم مجدد بابت این نکته هایی که در مورد باشگاه استقلال و در مورد حواشی فوتبال عنوان میکنید. واقعا جای افتخاره که میتونیم شما رو همچنان در خدمت ورزش و علاقمند به فوتبال داشته باشیم و از مدیریت رادیو آرینا هم تشکر میکنم. تشکر میکنم از آقای تشتر. تا دوشنبه که با نیم ساعت برنامه خدمتون هستم از حضورتون خداحافظی میکنم. شاد و پیروز و سربلند باشی هموطن.